تنین شعار هزاران نفر از معترضان کرد ایرانی و عراقی علیه اعدام زندانیان سیاسی در ایران، وحشت از اعتراضات ضد حکومتی در تاسوعا و عاشورای حسینی، دستگیری هدایت کنندگان دسته های عزاداری در اصفهان، حرکت اعتراضی دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک تهران فراخوان به برکناری رئیس مزدور دانشگاه، مقابله جوانان با ماموران سرکوبگر انتظامی در تهران و آزاد کردن یک زن هموطن، تجمع اعتراضی مردم در منطقه پنج تهران، اعتراض مردم منطقه طالقانی اصفهان به قطع آب، حرکت اعتراضی والدین دانش آموزان مدارس شهر کرد، تجمع اعتراضی خانواده روحانیون دستگیر شده در مقابل مجلس ارتجاع، تجمع اعتراضی کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند و بازداشت پزشک شهید ستار بهشتی در اوین. ای کاماری سدرا برادر علم شهر، ای کاماری سدرا برادر علم شهر، ای کاماری سدرا برادر علم شهر. ای جمهوری اعدام، گورت را از این شهر گم کن. این شعار هزاران نفر از کردهای ایرانی و روشنفکران عراقی در شهر اربیل کردستان عراق و در مقابل کنسولگری رژیم در این شهر است. تظاهر کنندگان خشمگین ضمن سردادن شعارهای ضد حکومتی، سرود ای شهیدان را برای بزرگداشت یاد شهدای اخیر حبیب الله گلپریپور، رضا اسماعیلی و شیرکو معارفی به طور جمعی خواندند. در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی، رژیم آخوندی 40 تن را به بهانه غمزنی در همایون شهر اصفهان بازداشت کرده است. افراد بازداشت شده عمدتاً از افراد مشهور در این شهر می باشند که هر کدام دسته های عزاداری جداگانه ای را هدایت می کنند. بستگان دستگیر شدگان گفتند در صورتی که تا روز تاسوعا این افراد آزاد نشوند، رژیم باید عواقب شدید آن را تحمل کند. جمعی از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک تهران روز دوشنبه 20 آبان در یک حرکت اعتراضی با جمع‌آوری امضا خواهان برکناری رهایی رئیس مزدور این دانشگاه شدند. بنا به گزارش‌های دریافتی، این اقدام اعتراضی با استقبال گسترده دانشجویان مواجه شده است. روز یکشنبه جمعی از جوانان که در سالن کنسرتی در تهران مشغول دیدن مسابقه فوتبال بودند، ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی را هو کردند و مانع از دستگیری زنی به بهانه آخوندساخته بدحجابی شدند. ماموران رژیم از ترس خشم این جوانان، زن مزبور را آزاد کرده و سراسیمه محل را ترک کردند. جمعی از مردم منطقه پنج تهران در اعتراض به اخاذی‌های مستمر اداری آب رژیم در مقابل ساختمان این اداره تجمع کردند. کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند روز شنبه 18 آبان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود در مقابل این نیروگاه تجمع کردند. والدین دانش آموزان مدارس شهر کرد در اعتراض به مراسم‌های عزاداری اجباری توسط ایادی رژیم آخوندی در مدارس این شهر تجمع کردند. همسران و فرزندان جمعی از روحانیان قم صبح یکشنبه در اعتراض به احکام صادره از سوی ارگان سرکوبگر موسوم به دادگاه ویژه روحانیت برای همسرانشان در حالی که کفن پوشیده بودند در مقابل مجلس ارتجاع در تهران تجمع کردند. ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی روز 18 آبان در منطقه شهر زیبا در تهران با هجوم ناگهانی به منازل مردم اقدام به تخریب و جمع‌آوری بشقاب‌های ماهواره‌ای کردند. این یورش وحشیانه خشم و اعتراض مردم را برانگیخت. مردم منطقه طالقانی در خیابان علامه امینی اصفهان روز پنجشنبه 16 آبان ماه در اعتراض به قطع آب آشامیدنی و عدم رسیدگی فوری اداره آب و شهرداری رژیم تجمع کردند.
رژیم آخوندی رضا حیدرپور پزشک بهداری زندان اوین را که بدن مجروح شهید ستار بهشتی را معاینه کرده بود بازداشت و به بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل کرد. وی گزارش کرده بود ستار بهشتی در زیر شکنجه دچار خونریزی ریه، کبد، کلیه و مخچه شده است.